سرخط رویدادها. کلکینای ریاست مهاجرین دودالود، اما مسئولین میگویند که آتش سوزی در این ریاست به وقوع نپیوسته است. جز وزیر دیگر کسی حق گپ زدن در این وزارت را ندارد. جناب رئیس جمهور، جماهیر آزادی بیان را گلو بریده است. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری تایید کرد که آسیب پذیری های پروسه توزیع زمین به کنندگان و بیجا شدگان مملو با فساد است. با دیدن این تصاویر از مهاجرین افغان در اروپا گریه باید سر داد. ای وای بر ما که جماهیر انوری وزیر مهاجرین ماست. امضای وزیر در وزارت نمی چلد. مقامات وزارت داخله: ما از کرانومنجان عقب نشینی تکتیکی کرده ایم. طالبان کرانومنجان را فتح کرده ایم. بدخشان یکی از اهمترین قرارگاه های مسعود بزرگ در آستانه سقوط. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. من اسدالله نادری هستم و شما مجله شامگار از استودیوهای مرکزی نورین در کابل تماشا میکنید. در اسنادی که دست گروه تحقیقی تلویزیون نورین رسیده نشان داده می شود که پس از این که ما برنامه مجله شامگاهی را در مورد چگونگی وضعیت مهاجرین در شهرک باریکاب به بررسی گرفتیم، امروز ساعت 8 صبح ریاست مهاجرین وزارت مهاجرین به آتش کشیده شده است. در مورد این که چگونگی به آتش کشیدن این وزارت وجود دارد، مقامات بلند رتبه وزارت مهاجرین افغانستان اسنادی را به گروه تحقیق این تلویزیون سپردند که در این اسناد عملا نشان داده می شود که رئیس مهاجرین شهر کابل تایید کرده و گفته که این آتش سوزی در وزارت به وقوع پیوسته است. در آتش سوزی که به وقوع پیوسته، جالب این است که کامپیوترها به آتش نگرفتند، اما آردسک های این کامپیوتر یعنی حافظه ها مفقود الاثر هستند. گفته میشه در این کامپیوترها بیشتر وضعیت توزیع زمین در برای مهاجرین در کابل برای بیجا شده ها وجود داشته. لحظات بعد اسنادی که در این زمینه وجود داره را متن شخات خواندیم و امروز فرهاد جلیلی همکار ما هم رفته بود به این منطقه و خواست این مسئله را بگیره. وضعیت دگرگون بود و با مشکلات جدی روبرو شد. گزارش از فراد همکارمان که بر ریاست مهاجرین کابل امروز رفته، ببینین که چگونه است. فقط شما اگه سلام میشه که برید از چی؟ از ریاست نشرات ما اجازه بدن که شما این مصاحبه کنه بکنید. رئیس ابلاچی ده احسن خوب جنون. فقط ولی جا کتا نیست که گپ بزنه؟ نه جان. هست کلگی هست ولی جوزی گپ زدن ندارم. دیشب گفتن یه دار گرفته، آتش گرفته. نه نه دار ما چیزی گنا گرفته ولی حساب ازور که بدار چیز میکنه او خوب عقل چی هست. رئیس به اجازه با تشکر. من بوی آتش سوزی هست اینا که مگه نه بوی هست هر کسی نه پرسان تمام ولی در ادامه تحقیقاتی که تلویزیون نورین درباره چگونگی نشر اسناد مشارکت رسانه‌های آزاد داشت، دیروز به گروه تحقیق تلویزیون نورین
تماس گرفته شد و درباره این معلومات داده شد که در یکی از ریاست‌های امور مهاجرین ریاست امور مهاجرین کابل میباشد اسناد به آتش کشیده شده و امروز ما آمدیم به ریاست مهاجرین کابل، اما متاسفانه کسی با ما آماده نشد که مصاحبه کنه، ولی نشانی از این که بعضی اسناد به آتش کشیده شده در این ریاست دیده میشه، ولی متاسفانه کسی آماده نشد که درباره چگونگی آتش کشیدن و همچنان چگونگی آتش سوزی در ریاست امور مهاجرین کابل بر ما معلومات ارائه کنه. گزارش شما تماشا میکردین و در این زمان مشکلات عدیده وجود داشت با خبرنگار تلویزیون نورین در این زمینه. آتش سوزی چگونه بود فراد؟ وقتی وارد شدین عملا شما به مشابتان یک بوی سوختگی فرزند چوکی میز کامپیوتر اینا میرسید یا نه؟ به نام خدا، زمانی که ما وارد ریاست مهاجرین شهر کابل شدیم همچو فضای دیده میشد، آتش سوزی، بوی آتش سوزی بود و کسی آماده نشد برای از اینکه برای ما بگویه که آتش سوزی صورت گرفته یا نه. مدام به این حرف تاکید میکردن که شما باید از ریاست نشرات وزارت امور مهاجرین مکتوب بیارین، بعدا ما با شما مصاحبه میکنیم. یعنی با آزادی بیان خو حق همه ادبای افغانستان است که صحبت بکنن، این چگونه آقای جماهیر انوری امر کرده که بجز از خودش یا یک تعداد مقامات نزدیک به خودش دیگه کسی حق گپ زدن نداره؟ کارمندای وزارت امور مهاجرین در اونجا گفتند که برای ما مکتوب آمده و گفته شده که با هیچ کس شما نباید مصاحبه بکنین و بالای همه حرف تاکید میکردن و هیچ کس آماده به این نشد که ما امرایشان مصاحبه کنیم، در حالی که رئیس مهاجرین شهر کابل هم در خود ریاست وجود داشت و حق قضیه نداد که ما امرایشان مصاحبه کنیم. بعدا توسط محافظین از اداره ما از ریاست مهاجرین شهر کابل خارج شدیم.